هر وقت خیلی خوشحالم که دوباره بعد از 5 سال داریم با هم گفتگو میکنیم. باعث افتخار منه، امیدوارم بتونیم این مسابقه خیلی خوبی داشته یه باشیم. افتخار بزرگ تو به دست آوردی، رقم زدی، تیزرش هم پخش شد و همکاری با یه آرتیست بزرگ بین المللی به اسم آقای آلبانو که اشلش تو ایتالیا شبیه اشل خدا رحمتشون کنه آقای شجریان تو ایران. چه شکلی اتفاق افتاد؟ ببین، حقیقتش اینه که سال پیش با توجه به ارتباطات دورادوری که با آقای آلبانو داشتیم، یک ایده ای رو به ایشون مطرح کردیم در ارتباط با همکاری بین دو ملت. خب ایران و ایتالیا به عنوان دو تمدن بزرگ در تاریخ همکاری های بسیار بسیار متفاوتی رو مخصوصا در زمینه هنری با هم داشتن، اما برای من همیشه در حوزه موسیقی پاپ یه خلایی حس می شد که اونجوری که باید اون همکاری شکل نگرفته. ایده اولیه رو به ایشون من مطرح کردم و ایشون ایده رو پسندید طی تماس تلفنی که با هم داشتیم به صورت ویدیو کال، و بعد ایشون گفتن که خب راجب جزئیات این همکاری بیشتر برای من توضیح بده که خب از کجا میخواد شروع بشه، به کجا بره، اصلا این پروژه اصلا بعد از اینکه منتشر شد قراره چه اتفاقی براش بیفته. و خب ما هم به صورت خیلی کلی و جزئی همه چیز رو توضیح دادیم براشون فرستادیم. بعد از 2 هفته هم در واقع موافقت کردن با این همکاری و بعد از اون من شروع کردم به اینی که بخوام حالا یک تیم مستعد ایرانی رو پیدا بکنم که بتونیم حالا در حوزه موسیقیش هم یک اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. چجوری شونو قانع کرد که باید تیم ایرانی کار بکنه؟ آلبانو اصولاً تصویر بسیار خوبی از مردم ایران و خود ایران داره، چندین بار به ایران سفر کرده، در گذشته به واسطه فیلم هایی که بازی کرده بوده مثل جوانان زیر آفتاب و غیره در ایران خیلی هوادار داشتن. یه دکتری من توی آنونس ویدیو شما دیدم که آقای آلبانو برای شما دست زد و گفتش که یه تعریفی کرد شبیه این که فریمن یه آدم حرفه‌ایه و نابغه موسیقیه. پس چه جوری میشه که تو ایران تو به حق خودت نرسیدی؟ هنوز ما یه استیج از تو ندیدیم. خب یادم میاد بعد از اون که ضبط ویدیو ما با آقای آلبانو تموم شد، من زمانی که برگشتم به اون سویتی که در اختیارم گذاشته بودن گریه کردم و یکی از دلایلش هم همین بود. و جوری که ایشون من رو در طول اون مدت ضبط حمایت کردن و تعریف کردن و به هم انرژی مثبت دادن، این جنس رفتارها رو هیچ وقت واقعا در کشورم حتی بین دوروبری خودم احساس نکردم و همین موضوع باعث شد که من به شدت احساسی بشم. خب ایشون واقعا یک آرتیست بزرگیه، روح بسیار بزرگی داره و علاوه بر اون درسی که من در طول همکاریم از ایشون در زمینه موسیقی گرفتم، یک درس خیلی بزرگتر گرفتم که واقعا انسان‌ها هر چقدر بیشتر رشد میکنن، هر چقدر بیشتر لول اپ میکنن، به همون میزان هم واقعا باید قلب و روحشون بزرگتر بشه. این نشونه بزرگواری ایشونه به نظر من. یه ادعایی کردی، گفتی که من اولین خواننده مستقل ایرانم که دارم یه پروژه بین‌المللی رو با یه آرتیست بزرگ انجام میدم. قبل از فام این اتفاق افتاده بود؟ نه ببین، اتفاقا یکی دو نفر این رو به من گفتن، ولی داستان اینه که به عنوان خواننده مستقل واقعا این اتفاق ما نداشتیم. دوستان اشاره کردن که خب در سال 70 گروه آریان با آقای کریستی برگ فکر میکنم همکاری کرد و خوانندگانی هم هستن فکر میکنم در خارج از ایران که با خواننده های مشهور بین المللی فعالیت کردن. پس چرا تو همچین ادعایی رو میکنی؟ حقیقتش اینه که من این ادعا رو در قالب، یا بهتر بگم به عنوان یک خواننده مستقل کردم. گفتم برای اولین بار در موسیقی مستقل پاپ ایران، موسیقی مستقل یا خواننده مستقل، یعنی خواننده ای که نه تهیه کننده داره، نه اجازه کنسرت داره، نه کنسرت گذار داره، نه اون حامیایی که واقعا باید یک آرتیست رسمی داشته باشه رو خب نداره. بدون این مؤلفه ها خب اون خواننده میشه طبیعتاً دست خالی مستقل. برای من باعث افتخاره که به عنوان اولین خواننده مستقل در تاریخ موسیقی پاپ ایران با یکی از بهترین خواننده های جهان از کشور ایتالیا همکاری میکنم. فریمن devo dire che è veramente un gran bravo valido artista e ho visto voi che si
si rimodella ogni volta che è di fronte a sé una telecamera. Bravo Fabio. و این اتفاق بیفته و جایزه بگیره رو استیج چی میخوای بگی؟ والا پلن بعدیمون قطعا برای این اثر همین اپلای کردن برای گرمیه و فکر میکنم که نباید بذاریم صرفا به انتشارش ختم بشه، چون یک اثری که پتانسیل داره، یک اثری که داره از ارزش‌های انسانی صحبت میکنه، برای اولین بار یک پروژه‌ای که به نظرم خیلی تمیز انجام شده. حالا اگر نخواهیم خیلی بلند پروازانه فکر کنیم که جایزه میگیریم که مطمئنم میگیریم، ولی حداقل واقعا کاندید بشه. خیلی خوشحال بشم به این دلیل که خیلی ها اینجا بیشتر قدر آرتیستاشون رو میدونن و با نگاه سلیقه‌ای و این قطع کردن و نه تو به در نمیخوری و استایل فلان و اینا راه مسیر پیشرفت یه آرتیست یه جوون رو نمیگیرن. دقیقا همینطور محکم و... مخصوصا برای کشوری مثل ایران که فرهنگ و هنر همیشه جزو هویت این کشور بوده، یعنی شما نمیتونی این دو رو از هم جدا بکنی در طول تاریخ. برای همین خب واقعا حیفه که ما بخوایم نخبه هامون رو در حالا حوزه هنری، فرهنگی یا در هر زمینه ای بخوایم خاموششون کنیم، چون در آخر اینها هستن که نام ایران رو در تاریخ، اون ابهت و اون کاراکتر ایران رو در تاریخ همیشه به بزرگی حفظ میکنن. دلگیری تو چی میشه ایران؟ ببین خب من در ایران واقعیتش اینه که باید قبول کنیم دارم یک سبک خاص و یک مدل خاصی رو دارم حقیقتش دنبال میکنم. شاید اوایلش یک غمی، یک خشمی، حالا هر آنچه که بخوایم نامگذاری بکنیم در من وجود داشت، ولی الان به این درک رسیدم که اصولا در زمانهای مختلف هر هنرمندی که خواسته در جامعه خودش یک حرکت جدید بکنه، یا بهتره بگم زمانی که شما میخوای اولین در رو باز کنی، سختی‌ها و اجحافهای زیادی در حق شما میشه، اما اون دره که باز شد نسل‌های بعدی خیلی راحت‌تر میتونن ازش عبور بکنن. خب این بها و هزینه‌ای که من فکر میکنم باید برای این انتخابی که کردم که متفاوت کار کنم بدم و چاره‌ای هم نیست، ولی امیدوارم که این رو دوستان ما بدونن که امروز در دنیا لااقل هنر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست. هنر یک وسیله‌ایه برای به اشتراک گذاشتن باورها و سنت‌ها و میراث تاریخی انسان‌ها با هم، یک پل ارتباطی است بین ملت‌ها و هر کشوری هم طبیعتاً بزرگترین ثروتش نخبه‌هاشه. حالا این نخبه می‌خواد در زمینه ساینس باشه، در زمینه حالا هنری باشه یا هر جای دیگه. ما باید به نظر من قدر نخبه‌هامون رو بدونیم و با یک سری قانون ها، یک سری چیزهایی که شاید یه ذره محدود میکنه این روند ماجرا رو، کمی بیشتر بررسی بکنیم و مسیر رو راحت تر بکنیم برای آرتیستامون. عرض به حضورت که من قروش 15-16 ساله که ژورنالیستم، چه رسانه های مکتوب، چه رسانه های تصویری و خود تیوی پلاس که الان 10 سالشه، خیلی راحت، نمیگم من آدم خاصی هم فنا، ولی خیلی راحت لقب و عنوان آرتیست رو به هر مهمونی نمیدم و نمیگم به اون طرف آرتیست. تو واقعا آرتیستی، هم عکسشو داری، هم سوادشو داری، هم استایلشو داری و میدونم یه آرتیست واقعی هستی که
میتونستی هر جای دیگه دنیا باشی اگر که فرهنگش بود بتره کنی. یعنی همه هم میدونن که ما دوستیم، اصلا تو عالم دوستی و اینا نیست که بخوام تعریف کنم، چون دیدم تو وجودت. دوست داشتی با این همه استعداد و خلاقیت کجا به دنیا می اومدی و درکت میکردم؟ ببین، من از روز اولی که این حرفه رو شروع کردم، حقیقتش همیشه میخواستم یک تأثیرگذاری از خودم داشته باشم. همیشه حس میکردم که جامعه ما، یعنی هر جامعه‌ای، برای پیشرفت ابزارهای متولی فرهنگش که یک بخشی همین هنرمندا میشن با تولید آثاری که میکنن، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و من همیشه دوست داشتم تاثیرگذار باشم. هیچ وقت واقعا تلاش برای دیده شدنه نکردم، در صورت اینکه یک آرتیست رو به نظرم اگر از استیج جدا بکنیم خیلی در حقش اچاف کردیم. بله. همیشه من میگم برای کشتن یک هنرمند نیاز نیستش که به سمت شلیک بکنیم، کافیه که انگیزه و امید رو ازش بگیریم و اون هنرمند دیگه واقعا مرده. و خب برای یه خواننده استیج و حالا اجراهای متفاوت، کنسرت‌های متفاوت میتونه یک انگیزه و امید باشه که خب من شعرهای شما مجوز نمیدم یا مجوز اجرای صحنه نمیدم؟ فکر میکنم مجوز اجرای صحنه. من تنها چیزی که میخوام بگم اینه که ما امروز نیاز داریم که کسانی که دارن خوب کار میکنن، کسانی که واقعا برای ارزش ها دارن کار میکنن، باید اینا رو حمایت کنیم. در غیر این صورت خروجی متریال هایی که امروز داریم میبینیم باعث شده که واقعا در کشور، خودت هم میدونی 5 سال پیش هم اینو توی مصاحبهمون گفتیم، واقعا غیر ارزش ها داره تبدیل به ارزش میشه. بله. چرا؟ چون اون تریبونی که باید دست آدم هایی باشه که از ارزش های واقعی، ارزش های انسانی صحبت بکنن، متاسفانه صداش خیلی کمه. اصلا به نظر من نیازی نیست ما الان جلوی دوربین بخوام حتی تعریف کنیم. وقتی یکی مثل آقای آلبانو میاد تحسین میکنه، دست میزنه و میگه این یه نخبه موسیقیه، یعنی ما تو ایران نمیفهمیم که داریم چه استعدادی رو هدر میکنیم. من واقعا وقتی که توضیح دادم بعد از ضبط ویدیو هر کسی باشه خوشحال میشه، من ناراحت شدم از تعریف های ایشون، قلبم حتی شکست. عبدالله. نه از ایشون، از اینی که این تعریف ها الان نباید از من اینجا بشه، در این مکان و در این زمان. شاید این تعریف باید 10 سال پیش، 15 سال پیش میشد، در جایی که درش به دنیا اومدم، درش جایی که میتونم با زبان خودم صحبت بکنم و خیلی شاید راحتتر با مردم ارتباط برقرار کنم. و دیگه همینی که هست باید باش کنار اومد. الان فکر میکنی پروژه بعدی چیه و پلنت چیه؟ و اگه اونجوری که دوست داری تو ایران نتونی کار بکنی چی کار میکنی؟ کجا بریم؟ ببین، من خیلی تمایل دارم که تو همین حوزه فعالیت کنم، در واقع بتونم به عنوان یک پل ارتباطی باشم بین حالا فرهنگ و هنر ایران با خارج از کشور. به نظر من همه ما هنرمندا باید یک سفیر باشیم برای فرهنگ و هنرمون در ابعاد بین المللی. من حالا این کلمه سفیر خیلی بزرگه که بخوام بگم، ولی امیدوارم بتونم یک پل ارتباطی حداقل باشم. قطعاً همینطوره و واقعا افتخار میکنم که همچین نگاه و چشم‌انداز بزرگی داری. مرسی، خیلی ممنون. کار جذابیه. تو تمام پروژه‌ای هم که میری میخوایم موزیک ویدیوشون رو بسازیم، پشت صحنه‌هاشون ما میگیم که کنارت باشیم. با افتخار حتما. مرسی. افتخار دیدنت. مرسی. مرسی.